کاملا برای همه روشن و واضحه، مسئله تقسیمه. خدای عالم رو با اون دید مادی و جسمانی میخواد به مردم معرفی کنه. صراحتا اعلام میکنه، میگه لیس فی کتاب الله ولا سنت رسوله ولا قول احد من سلف الامه و ائمتها انه لیس بجسم. پناه میبریم به خدای عالم، براءت میجوییم از این توحید. میگه نه در کتاب خدا و نه در سنت پیغمبر و نه در اقوال امت اسلامی و ائمه اهل سنت ما نداریم که خدای عالم جسم نیست. یعنی جسمانیت خدای عالم را به عنوان یک اصل مسلم معرفی میکنه. و خیلی عجیب هست که میگه نه شرعی و نه عقلی در این زمینه نداریم و اگر کسی خلاف این رو بگوید این جهالت و ضلالته. آقایان میتونن کتاب التأسیس فی رد اساس تقدیس ابن تیمیه جلد اول صفحه 101 را ببینن. و جالب این هست در فتاوای خودشون که حدود 27-28 جلد هست، فتاوای کبرا جلد پنجم صفحه 192، میگه اگر کسی بیاد جسمانیت خدا را نفی کند مرتکب بدعت شده. خب ببینید این توحیدی است که آقایان دارن ما را دعوت میکنند. حالا انشاءالله این رو ما به قرآن عرضه میکنیم، به سنت عرضه میکنیم، ببینیم آیا واقعا این توحیده یا نه این همون این هی اسماء اون سمیتموها هست. جالب این هست که در فتاوای آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی صراحتا در رابطه با جسمانیت خدای عالم میاد، میگه خدای عالم دارای صورت، دو دست داره، دو چشم داره، ساق داره، برای شما عرض کنم انگشت داره. و جالب این هست که میگه و قد ثبت فی النصوص من الکتاب و سنت صحیحه و قال بها اهل سنت و الجماعه. این دارای دو دست بودن و پا و انگشت و صورت و امثال اینها به عنوان یک اصل مسلم هست. و جالب اینه میگه اصلا خدای عالم ثابت هروله، یعنی خدا کشتیگیر به قول اهل ورزشه، وقتی میدوه خلاصه وارد دوی میدانی چطوری باشه، هروله میدوه، دوان دوان میره. و جالب اینه میگه هروله و اون ورزشکاری خدای عالم در احادیث صحیحه. اینجا دیگه ما باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. آقایان میتونن کتاب فتاوای بن باز جلد پنجم صفحه 374 را ببینن. من این بخش عرائزم را با یک جمله ای که آقای ابن بطوطه اون جهانگرد مشهور سنی که در رحلشون صفحه 113 مطرح میکنه، میگه من خودم ابن تیمیه را دیدم در مسجد جامع دمشق، داشت خدای عالم رو بالای منبر توصیف میکرد. مردم خدای عالم دارای دست و چشم و پا و نستجیر بالله تبارک و تعالی، و خدای عالم از آسمان میاد به کره زمین. بعد میگه ان الله ينزل الى السماء الدنيا كنزولي هذا، همونطوری که من مردم میبینید از اون پله بالای منبر دارم میام پایین، خدا هم همونطوری پله های عرش را تا کره زمین اینطوری میاد. بعد ابن تیمیه شروع کرد از اون بالای منبر قدم به قدم پایین آمدن. خب ببینید این آقایان بحثی را که مطرح میکنن این بحث این هست، یعنی خدایی که پناه میبریم به خدای عالم و براءت میجوییم از این گونه توحید ضد قرآن و ضد سنت و ضد فرهنگ اهل بیت که هر شب از اون آسمان بالا میاد به کره زمین. این تعبیر ابن تیمیه است در مجموع فتاوا جلد پنجم صفحه 61، میگه هر شب خدای عالم خلاصه خندان خندان و خرامان خرامان از عرش میاد به آسمان دنیا
به هر طوری که بخواد. شروع می کند خدای عالم پشت و بلندگو حرف زدن، هل من داء فاستجیب له، هل مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب علی، حتی یتلو الفاظ. میاد در آسمان دنیا چیکار میکنه؟ آی مردم، آیا کسی هست دعا کند من دعایش رو به اجابت برسانم؟ آیا اهل توبه هست توبه او رو قبول کنم؟ کسانی هستن طلب مغفرت کنن من اونها رو ببخشم؟ حتی یتلو الفجر. من از بینندگان عزیز خواهش دارم این تعبیر رو ببینید، این عبارت ابن تیمیه را خوب دقت کنید. قضاوت رو به شما جوانهای سنی، تحصیل کردگان وهابی، اندیشمندان وهابی واگذار می کنم. نمی خوام شیعیان و مخاطبین شیعه در اینجا قضاوت کنند. این عبارت ابن تیمیه است. شما ببینید خدای عالم میگه از آسمان میاد، از عرش تا کره زمین، هر شب تا اذان صبح شروع میکنه متاع خودش رو فروختن. آیا توبه کننده هست؟ مستغفری هست؟ چی هست؟ وقتی که طلوع فجر میشود برمیگرده میره به طرف عرش. مجموع فتاوای ابن تیمیه عرض کردم جلد پنجم صفحه 61 نشر مکتبه ابن تیمیه عربستان سعودی، در کتاب بیان تلبیس الجهمیه جلد دوم صفحه 40، کتاب الاستقامه جلد اول صفحه 169، در التعارض جلد ششم صفحه 257 و چندین کتاب دیگر ابن تیمیه این عبارت آمده. من یک عبارتی را که یکی از علمای سوریه چندی پیش شیعه شده بود، گفت یکی از انگیزه شیعه شدن من همین روایت در کتب صحاح ما بوده. گفتم این قضیه زمانی که عقیده بطلمیوس در میان مردم حکومت میکرد که میگفتن کره زمین کاملا ساکن هست، کره خورشید در حال گردش، قابل قبول بود. الان کرویت ارض ثابت شده، گردش زمین ثابته، گردش خورشید ثابته، و با توجه به گردش خورشید و گردش کره زمین هر آنی از آنات شبانه روز یک نقطه از کره زمین طلوع فجره. اگر خدای عالم یک بار از عرش بیاد به کره زمین، دیگه در کره زمین زندانی بشه، نمیتونه بره بالا. اون ابن تیمیه میگه طلوع فجر شد میره بالا. خب الان شما حساب کنید، الان در قم طلوع فجره، بعد از چند لحظه فرض در عراق، در همدان، بعد در کرمانشاه، به همین شکل در ترکیه، برای کشورهای اروپایی آمریکایی، یعنی هر لحظه از لحظات شبانه روزی را بینندگان عزیز شما تصور کنید، در کره زمین یک لحظه اونجا طلوع فجره. اصلا طلوع فجر از کره زمین جدا نمیشه، یعنی اگر خدا بخواد بیاد رو کره زمین دیگه برای همیشه در اینجا زندانی میشه. میگه من با توجه به این قضیه چیکار کردم؟ متوجه شدم که این مطالب مطالب خلاف این توحید قرآنی نیست. قرآنی که میگه لیس کمثله شی، قرآنی که میگه لم یکن له کفوان احد، ان الله بكل شيء محيط، اگر بنا باشه خدای عالم روی عرش باشه یا نمیدونم سوار بر حیوان بشه چه بشه، این خدای قرآن نیست، این خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. من از بینندگان عزیز و همچنین برادرمون جناب عرابی از میخوام یه مقداری صحبت من و پاسخ من طول کشید. بله، تمنا میکنم. با توجه به این فرمایشات حضرت عالی و توضیحاتی که حضرت عالی فرمودین تو این زمینه، خدای وهابیت تک تک اعضای بدن رو داره، یعنی چشم و گوش و لب و دهان و دندان و دست و پا، همه این اجسام رو داره. ببینید با توجه به آنچه که آقایان دارن میگن، وقتی جسمانیت رو برای خدای عالم ثابت کردیم، در خلاف قرآن که میگه لیس کمثله شی، خدا مثلی در جهان نداره، ما آمدیم مثلی از بشر برای خدا درست کردیم،
بشر دو تا چشم داره، خدا هم دو تا ایشود مثله، یعنی برخلاف نص صریح قرآنه. ما آمدیم دو تا گوشی برای خدا درست کردیم مثل گوشهای بشر، حالا گوشی که لایق خودشه برخلاف بلم یکن لو کفوا احد، این خیلی روشنه. ولی جالب اینه یکی از سردمداران وهابی که خیلی براش عشق می‌ورزن، ابوبکر ابن عربی، که یک زبان حتاکی علیه شیعه داره، کتابی داره به نام العواصم من القواسم، صفحه 210 چاپ جدیدشون در صفحه 283 جلد 2. در اونجا ایشون میگه برای شما عرض کنم، هر چی که شما درباره خدای عالم میخواد بگید بگید، الزمونی ما شئتم فانی التزمه، شما درباره خدا هر عضوی بخواد بگید من قبول دارم، غیر از دو تا عضو رو قبول ندارم خدا داشته باشه، یکی الا لحیه والعوره، این خدای ما وهابی ها ریش ندارد و عورت هم نداره. خیلی جالبه وقتی من این عبارت رو خیلی کوتاه در این بحثی که در شیراز دانشکده علوم قرآنی داشتیم، یه خانمی زنگ زده بود به من میگفت که فلانی این چطوری خدای وهابی ها عورت نداره، آخه خدای بدون عورت به چه درد میخوره، آخه روی چه اصلی میگن خدای ما عورت نداره، مثلا میترسن وحشت دارن چی قضیه؟ گفتم والا از خودشون سوال کنه، شاید خودشون جوابی داشته باشن. خب میگن ریش نداره، چون نا میگن خدای عالم هنوز ریشش در نیامده، به صورت یک جوان امره داره، اگر چیزی باشه من عرض خواهم کرد. ولی اینکه عورت نداره ما تا به حال نتونستیم بفهمیم این قضیه چی هست. عرض کردم کتاب العواصم من القواسم رو سایت های مختلف این کتاب گذاشته شده، آقایان میتونن چاپ قدیم چاپ بیروتش ما داریم صفحه 210، جدیدن هم چاپ شده با تحقیقات در جلد دوم صفحه 283. و جالب اینه شهرستانی نقل میکنه از خرافات همین آقایانی که قائل به تجسیم هستن، میگه اینها برای شما عرض کنم کار رو به جایی رسوندن که وقتی میگن خدای عالم چشم داره، خب کسی چشم داشته باشه یه روزی هم چشم درد میگیره، یه روزی هم چشماش ضعیف میشه، احتیاج به عینک داره، خلاصه حالا ما نمیدونم خدای عالم به کدام عینک سازی باید مراجعه کنه، یا گوشش سنگین میشه کجا باید بره سمعک بخره. ولی ایشون میگه اشتکت عینا فعادت الملائکه، میگه بعضی وقتا خدای عالم چشمش درد میکنه نستجیر بالله، ملائکه میرن به عیادت او. برادران عزیز، سروران گرامی، این توحیدی که ما را آقایان وهابی ها دعوت میکنن، ابن تیمیه ما را دعوت میکنه، این توحیده، این توحید ضد قرآنی، این توحید ضد سنت نبی مکرم. آقایان این عبارتی که من عرض کردم میتونن کتاب الملل و نهل شهرستانی جلد اول صفحه 153 را ببینن. من چون اون سوالم یه مقدار پاسخش طولانی شد، اینجا دیگه من دوست دارم که یه مقدار پاسخ‌ها کوتاه باشه که ما بتونیم انشاءالله یک تعدادی هم از بینندگان عزیز این شبه تلفناشون رو بگیریم. عرض میکنم فکر میکنم این سوال من خیلی جالب باشه برای برخی از بینندگان عزیز که حالا دفعه اولی هست که این مطلب رو میشنوند. به یه موضوعی برخوردم توی این کتب اهل محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه، اهل اینا باید گفت دیگه. بله. عرض میکنم محضر شما نوشته بودن که خداوند عالم این خدایی که اونها قائل به جسمش هستن، خداوند عالم سوار بر الاغ و شتر در مجامع میگرده، یه همچین چیزی رو صحت داره یا توضیحی در این زمینه بفرمایید شما؟ بله، من اتفاقا در همین برنامه که به مناسبت تخریج بقیه داشتم یک اشاره کردم، دوستان زیادی بعد از من سوال داشتن، حتی دوستان شیعه هم میگفتن آیا مدرکی در کتب اهل سنت و وهابی ها هست در این زمینه؟ گفتم بله الا ما شاء الله. حالا سوالم که جناب عرابی کردن یه مداری مزید بر علت شد. شما ببینید خود ابن عساکر از همین آقایانی که پرت پلا میگن و قائل به جسمانیت خدا هستن، چون وقت قائل خدا جسم هست همه چی باید داشته باشه، چشم درد داشته باشه، فردا عینک هم بزنه، سوار بر الاغ هم بشه، حالا اون